امروز لبنان شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود انتخاباتی در میانه بحران بزرگ مالی و اقتصادی و تا حدودی متفاوت با دورهای گذشته جریان المستقبل به رهبری سعد حریری که بزرگترین تشکل سیاسی سنی در لبنان و به نوعی رقیب اصلی حزب الله حمایت شده از سوی ایران به شمار می آید اعلام کرده که در انتخابات شرکت نمی کند به اسم تیار کنار رفتن سعد حریری از فعالیت سیاسی تاثیر بزرگی بر جامعه سنی های لبنان گذاشت دست کم در سه شهر بزرگ سیدا، بیروت و ترابلوس چون اکثریت در این شهرها شهروندان سنی تاکنون تا کنون نوعی دوری گزیدن از مشارکت در انتخابات یا حتی فعالیت سیاسی حاکم است حتی عن حرکت. عدم مشارکت جریان المستقبل در انتخابات می تواند تغییر ترکیب معمول پارلمان را به دنبال داشته باشد. غیبت چهره های شناخته شده سنی ممکن است تبدیل به فرصتی برای رقبایشان در صحنه سیاسی لبنان شود. حتی الان انا بعتبر انو في يعني <applause> تو الان به نظرم حداقل یک سوم رای دهندگان در انتخابات سال 2018 که خود در اصل کم بودند در این انتخابات شرکت نخواهند کرد این یک خطر بزرگ است چون راه را برای حزب الله و دلغک پولدار باز می کند تا نمایندگان شهرهای مختلف شوند. در مقابل حزب الله در حال بسیج نیروها و طرفداران خود برای شرکت حداکثری در انتخابات است گروهی شبه نظامی و تحت حمایت جمهوری اسلامی که مخالفانش آن را عامل اصلی مشکلات کنونی لبنان و تحریم های اعمال شده علیه این کشور می دانند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در همایش انتخاباتی این گروه انتخابات جاری را رقابتی بین دوگانه مقاومت به گفته او صادق و کسانی خواند که آنها را به عنوان طرفداران قلابی حاکمیت ملی یاد کرد. حالا تحریم انتخابات از سوی بزرگترین گروه نماینده سنی ها می تواند عملا به حزب الله برای افزایش کرسی در پارلمان کمک کند اگر مشارکت سنی ها از 90 هزار رای دهنده تا چهل یا پنجاه هزار کاسته شود این به معنی است که حزب الله بدون هیچ اقدام عجیبی حداقل 5 یا 6 نماینده بیشتر خواهد داشت این یک مشکل اساسی است شاید اگر مناطق مختلف مثل بیروت سیدا ترابلوس و بغا را بشماریم شاید در مجموع نمایندگان حزب الله 7 8 نفر بیشتر بشوند تقریبا این نخستین انتخابات لبنان پس از فروپاشی مالی کشور در سال 2019 است وضعیتی که به اعتراض های گسترده خیابانی علیه طبقه حاکم انجامید طبقه ای که معترضان همه ای آنها را فاسد می دانند. با این وجود بخشی از این معترضان هم فهرست هایی از نامزدهای خود را برای مشارکت در انتخابات ارائه دادند و به نسبت ما به نظرم نماینده نمیتونه نقشی در قانون گذاری ایفا کنه به نظرم مشکل ما بزرگتر از لایه و قانون مشکل پایه ای در نظام حاکمه برای ما مهم اینه که نماینده میتونه یه صدا باشه تا شاید پایگاههای مردمی ضد نظام را بزرگ کنه به نظرم یک صدا در پارلمان به اندازه 100 تا تظاهرات تاثیر داره به مظاهره. اما تعدد فهرست های انتخاباتی معترضان می تواند به پخش شدن آرای آنها منجر شود شرایطی که به سود گروه های بزرگ تمام خواهد شد از سوی دیگر این نامزدها و همینطور نامزدهای مستقل از امکانات لازم برای رقابت با گروه های سنتی و قدرتمند برخوردار نیستند ایجاد تغییر بنیادی در کشوری که تقسیم قدرت در آن بر اساس قانونی شکل گرفته بر پایه سهمبندی طایفهای است و منافع فرقه ای بسیاری از جهتگیری های سیاسی را شکل می دهند دشوار و زمان است ایلیا جزایری رادیو فردا